خب دوستان عزیز، با سلام خدمت شما، با تشکر از آقای یزدان خدابندلو که از آلمان با ما همراه هستند و همونجوری که در برنامه قبلی هم خدمتتون گفتن، امروز میخوایم درباره، یعنی ایشون مایل هستن که درباره سد و سدسازی، محاسنش و بعد معایبش. به نظر میرسه که معایبش اسیر به اصطلاح دوچار ما ایرانی ها شده و هیچ کس حالا بهتر از خود آقای یزدان خدابندلو نمیتونن توضیح بدن. ایشون برای من نوشتن که اگر کسی از دوستان یا بینندگانم هستن که مایل هستن در این برنامه شرکت کنن، من چند نفر رو میشناسم، آقای تیمسار آریانپور، آقای سهراب چمنارا و یه آقای مهندسی هم هست، الان اسمشون یادم رفته، که ایشون درباره آب و سدسازی اینها صحبت کردن. البته افرادی هم هستن مثل خانم شکوه میرزادگی اینها، که اونها فقط برای اینکه اسمی در کنن و چیز میان راجع مثلا به سد سیوند و اینها صحبت میکنن، بعدم علکی افتخار میکنن که به خاطر 4 تا چیز که ما گذاشتیم رو اینترنت آخوندها سد سیوند رو نساختن و از این ماجرا و اینا. اونا رو بذارید فقط افرادی که بادمجون دور قابچی هستن و سوء استفاده میکنن. من ساکت میشم، میکروفون در اختیار آقای یزدان خدابندلو میذاریم از آلمان، ببینیم ایشون نظرشون راجع به سد ساختن، مهار کردن آبها و به نحو احسن از آبها استفاده کردن چیست و چرا فکر میکنن این روش در جمهوری اسلامی به نحو احسن انجام نمیشه و به نحو بدی انجام میشه و دلیلش هم اینه که آقازاده ها میخوان از این به اصطلاح نمد کلاهی برای خودشون بسازن. بفرمایید آقای خدابندلو، خیلی خوش آمدید. درود بر شما آقای سروی، شنوندگان و بینندگانتون. امشب من میخوام به حوزه های دیگه از آسیب شناسی مراجعه بکنم و اون آسیب محیط زیست و بوم زیست ما هستش و امروز مستقیما درباره سدسازی من نمیخوام صحبت بکنم و این رو به شما واگذار کردم و در پیام خصوصی هم ازتون خواسته بودم که اگر میتونید افرادی رو که در این زمینه تخصص دارن و اطلاعات کامل دارن دعوت بکنید به این گفتگو که درباره آسیب هایی که به محیط زیست ما داره میرسه یه برنامه تشکیل بدیم و بتونیم اینو منتشر بکنیم در سطح وسیعی که دیگران هم متوجه بشن. ولی امروز هدف من این استش که درباره محیط زیست ایران صحبت بکنم و چگونه ما میتونیم حجم آبی که به صورت باران و برف از آسمان به زمین میریزه رو نگهداری کنیم و اینها رو چگونه ازش بهینه استفاده بکنیم. نمونه های مختلفش هستش که میتونیم مقداری از اینها رو به صورت دریاچه های کوچک به برکه ها در اونجاها مهار کنیم و مقداری رو همینطوری که جلوی سیلاب ها اگر ما یه بند های کوچکی ببندیم که نمونهش در یه عکسی نشون دادم چشم سار یه آبگیرهای برکه های درست بکنیم، آب در اونجا توقف میکنه و وقتی که توقف میکنه به زمین فرو میره و این در روزانه های زمین که فرو میره این سفره آب های زیر زمینی رو افزایش میده و با بالا رفتن سفره آبهای زیرزمینی طبیعتا چشم سارها از گوشه و کنارها در پایین این تپه ماهورها به وجود میاد و طبیعتا این چشم سارها باعث میشه که رطوبت و دمای چیز پایین بیاد، رطوبت هوا بالا بره و سبزی و خرمی ایجاد بکنه. امروز من طرحی رو قبلا مطرح کرده بودم و چندین بارم در فیسبوک به اشتراک گذاشتم، منتها کمتر توجه میکنم به این مسئله، یعنی مثل اینه که هنوز زیست بوم ایران در افق نگاه کارشناسان ما قرار نگرفته که به این بپردازن و به عواملش که چیکار کنیم. حالا مطلب امروز طولانی نیست، خیلی کوتاهه، من اون رو برای شما میخونم و بعد پیرامون این قضیه بحث بکنیم که گفتگوی ما جنبه مونولوگ نداشته باشه، تکگویی نداشته باشه و بلکه دیالوگ بین من و شما صورت بگیره. بسیار ممنونم. اجازه بدین من برای دوستان توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. من وقتی گفتم شما درباره سد و سد سازی و روش‌های به استفاده
صحیحش میخواین صحبت کنید، اون نامه اولی بود که از طریق فیسبوک دریافت کردم، ولی شما گویا توی زمانی که من برنامه زنده داشتم ایمیل دومی رو فرستادید و حالا این خوب شد. الان من وقت پیدا میکنم که با تیمسار آریانپور تماس بگیرم، با آقای سهراب چمنارا تماس بگیرم، اینا رو دعوت کنم برای اون برنامه‌ای که درباره صد هست و امروز درباره محیط زیست. شما این عکس‌ها رو الان من گرفتم نشونم دادم، صحبت کنید و من هم نظر خودم رو میگم و احتمالاً اگر پرسش‌هایی هم داشتم از شما میپرسم. بفرمایید. برای شما و بعد شما اگر میتونید این آقایون رو دعوت بکنید، دعوت بکنید که بیان به گفتگو. بله. حالا من مطلب رو میخونم برای شما. محیط زیست ایران، گفتمان کارشناسی در باب محیط زیست ایران، طرحی درخشان بدون کوچکترین آسیب زایی جهت سبز و خرم نبودن زیست بوم ایران، برای بالا بردن حجم سفره آب‌های زیرزمینی، افزایش رطوبت هوا، گسترش پوشش گیاهی، مهار بیابانزایی، به وجود آوردن چشمه‌ها در فلات ایران، پلکانی کردن تپه ماهورها و شیب‌های زمین‌های صاف و صیقلی که آب باران و برف فرصت کند هر چه بیشتر در زمین فرو رود، اشتراک‌ناپذیر است. شما اون اولین تصویر را هم اگر ممکنه نشون بدی که در جنوب شرقی آسیا چگونه اون تپه ماهورها رو پلکانی کردن و در اثر این پلکانی کردن طبیعتاً آب در اونجا توقف میکنه و به زمین فرو میره، در عین حال هم پلکانی کردن. دارم اون عکس رو نشون میدم. بله، در پلکانی کردن هم اونجا چند هایی درست برای کسی. آقای خداوندلو عوض میخوام، البته قرار بود که شما این هفته از گوشی استفاده کنید، فکر کنم فراموش کردید. این صدا وقتی پیچش داره یه جوری یا بلنگوتون این ور ور کنید، یه کاری کنید که پیچش نداشته باشه. من برای بندمش بله شاید یه ذره بهتر بشه، ولی بعدا از گوشی من یه مرتبه استفاده میکنم. بله. بعد ببینیم چگونه هستش، بعد میام جلسه بعد. باشه، بفرم. من طرحهایی رو که ارائه میدم، این وقتی که این طرح دارم ارائه میدم، مزایاش رو هم میگم. وقتی ما پلکانی که بکنیم هیچ گونه آسیبی به محیط زیست نمیزنه. یک، برای پلکانی کردن نیازی به کارگیری از ماشین‌آلات سنگی و مصرف بنزین و نفت و گازوئیل نیست. دو، به کار گماردن هزاران دختر و پسر بیکار که در شهرها گرفتار انواع بزهکاری و پوچ بودن معنای زندگی هستند. سه، معطوف کردن نگاه نسل جوان از آسمان و پرستش پدیده انتزاعی و مهمل رب الله به زمین. ما میگیم که چرا داره بیابان زایی میشه و محیط زیست داره تخریب میشه؟ به خاطر اینکه ما توجه به طبیعت نداریم. چرا توجه نداریم؟ خاطر این دیدگان ما رو معطوف کردن با آسمان برای پرستش و ستایش امری به نام الله. این نگاه رو باید برگردونیم به طرف طبیعت. خب، معطوف کردن نگاه نسل جوان از آسمان و پرستش پدیده انتزاعی و مهمل رب الله به زمین و جمعی ساکنان گیاهی و جانوری طبیعت گوهرین کهنبوم ایران که در هزاره اخیر به شدت مورد بیمهلی قرار گرفته است. 4. برای پلکانی کردن نیازی به مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده دانشگاهی نیست و هر جوانی با اندک آموزش میتواند در شیب زمین شیار ایجاد کند که آب باران در آن توقف نماید و به زمین فرو رود. 5. پلکانی کردن منابع طبیعی در جاری شدن سیل ایجاد میکند. پلکانی کردن مانع طبیعی در جاری شدن سیل ایجاد میکند. 6. پلکانی کردن آب باران و برف را میتواند در گودارها ذخیره و برکه های ریز و درشت
جهت آبزیان و جانوران محیط ایجاد کنند. 7. پلکانی کردن از فرسایش خاک توسط سیل و ایجاد شنزارها جلوگیری میکنند. در این 7 مورد یا در هر مورد شما گفتگوی دارید؟ نه، چون من اصلا به اصطلاح آگاهی در این رشته ندارم. فقط اولین چیزی که گفتید شما این بود که جوانها رو از شهر چون بیکار هستن ببریم اونجا. من فکر نمیکنم این کار ساده‌ای باشه، مخصوصا به یه جوانی که تو خونه پدر مادرش داره میخوره و میخوابه و مهمترین و مشکلترین کارش اینه که نق بزنه به دنیا، آهنگای این خواننده هایی که همه ماتم هست گوش میده. حالا شما بهش بگیم بلند شیم ببریم مثلا شمال، تپه ها رو اینجوری پله‌ای کنیم چون میخوایم. من فکر میکنم این کار مشکلیه. اگه شما میدونید چجوری میشه اینا رو تشویق کرد و برد، بفرمایید. ببینید عزیزم، این مسئله یه چیزی هستش که به فرند بازی و نمیدونم من بیا بریم این کارا رو بکنیم نیست، و یک اراده ملی، عزم ملی و دولت ملی نیازمنده. پلکانی کردن تپه ماهورها، میلیون ها کیلومتر ما تپه ماهور داریم، برای یه نفر دو نفر نیست، بلکه عزم ملی میخواییم. وقتی که یه دولت ملی سر کار باشه چگونه هزارها نفر رو جمع میکنن تو این فیضیه‌ها و تو این مسجدها و غمیزنی و شمشیرزنی و روزخونی و این کارا رو راه میندازن. خب من اینا رو نمیتونی شما دعوت بکنید به پلکانی کردن، کارم بهشون ایجاد کردی، پولی هم بهش میدید. خب من حرفمو پس میگیرم، بعدم بهشون میگید که شما هر چقدر بیشتر از اصلا کنترات بهشون میدید. بله اجازه بدید هر چقدر بیشتر پلکانی کنید و همون نسبت پول بیشتری بگیری. اجازه بدید من حرفمو پس بگیرم. شما کاملا درست میگی، این کارو اوایل انقلاب کردن، یه چیزی به نام جهاد سازندگی آوردن، مسابقه گذاشتن، حتی جاهایی رو که ثابت کردن که آب سربالایی هم میتونه بره، دانشجویان، افراد معمولی یه طرح‌ها و پروژه‌هایی رو میدادن که آب رو قسمت قسمت که ببری بالا، بعدن یه دفعه نگاه میکنیم یعنی بعد از 5 تا انباری که درست کردن یه شیب خیلی زیادی رو آب بالا رفته. ولی یک نکته رو نباید فراموش کنید، شما باز خودتون اذعان کردید که این آخوندها و ملاها بودن که میتونن و تونستن و میتونن هنوزم این همه جوان رو بردارن، نیروشون رو از بین ببرن تو حوزه های فیضیه، نمیدونم این بر اونور، یا ببرن تو مجالس سینه‌زنی. صحبت ما اینه که کسی میتونه بیاد جایگزین این آخوندها بشه که بتونه اون به جای سینه زدن و فکر 1300 سال قبل و 1400 سال قبل بیاد به آینده، یا به قول شما به جای اینکه به آسمون نگاه کنه دنبال بهشت بگرده، به زمین نگاه کنه و ببینی که داره رو تو بهشت زندگی میکنه، این بهشت رو تمیزتر و بهتر کنه. این چه کسی هست و سال بعدیش چه باید کرد؟ بله ببینید، مسئله آخوندها یا ملاها مکلاها طبیعتاً بر اساس اون نظام فکریشون به طبیعت علاقمندی ندارند، اما فشار اجتماعی باعث میشه که همین ها ناگزیر بشن به جای اینکه بیان برن از این از چیزهای عزاداری را بندازن، بیان این رو معطوب بکنن به طبیعت، بگن آقا جون بعد از این باید بیایم بریم این کارا رو بکنیم. شما اگر یه روزی من بحث کردم که درباره اون احزاب و نظام جمهوری، اگر ما تلاش بکنیم که این نظام جمهوری رو پالون اسلامی به اصولگرایش برداریم که چرخهای نظام جمهوری در هر انتخابات در گزینش افراد بهتر به چرخه، به تدریج این افرادی که میخوان بیان مثلا نماینده خودشو معرفی میکنه به عنوان رئیس جمهور میخواد بشه یا اون یکی نمایندگان مجلس بشه، به اینها میشه گفتش که شما اگر میخواید رأی بیشتری بیاری بیاید اینطور مسائل رو مطرح کنید. و وقتی که میان اینا رو مطرح میکنن، خب میتونه مثلا رئیس جمهوری بیاد اونجا مطرح بکنه بگه اگر شما من رو انتخاب بکنی، من میتونم در همین در ظرف 3 سال آینده 4000 جوان رو به سر کار بگذارم. چگونه؟ اون موقعی که رأی رو گرفت توضیح میده و بعد اگر نتونست انجام بده انتقاد ازش میکنن، دفعه دیگه بهش رأی نمیدن. بنابراین ما یه مشکلی داریم که این نظام به جایی که اون جمهوریتش و
فعال باشه، اون بخش اصولگراییش فعال هست و اجازه نمیده که نگاه ما به طبیعت معطوف بشه و ببینیم که مشکلات ما در طبیعت چیه. ما اگر بتونیم همه این مسئله مهار بیابانزایی رو فعال کنیم و محیطمون رو سبز خرم کنیم، طبیعتا مشکل نان نداریم، مشکل غذا نداریم. وقتی که اونجا رو من دارم میگم که پلکانی بکنید که آب باران و برف اونجا توقف بکنه، طبیعتا اونجا سیب زمینی و گوجه فرنگی هم میشه کاشت. چرا؟ برای اینکه محیط هم مرطوب هستش، هم آب در اونجا ذخیره. بگذاریم از اینه که این آب وقتی که در این چیز پلکانی کردن، اون تصاویر پلکانی کردن رو نشون میدی؟ بله بله. دونه دونه اگر اونا رو نشون بدی، در این پلکانی کردن هستش که اون آب بارانی که از آسمان میریزه پایین به صورت برف و باران، اونا رو میتونیم کنترل کنیم. و حتی در همین پلکانی کردن هستش که مسیر اینا رو که جایی که زیاد میکنه ببریم در گودال ها جمع کنیم، به جایی که این راه بیفته بیاد بره اون سطوح بالاتر بریزه سطح پایین تر و اونجا به یک سیلاب تشکیل بده و این سیلاب بیاد بره خانه و زندگی و دهکده و روستا رو از بین ببره. اینا رو از همون بالا میتونیم کنترل کنیم و در گودال ها جمعش کنیم. وقتی که آب به صورت سیلاب میاد میره، مثلا تو مرداب گاف خونی جمع میشه در سطح وسیع، آفتاب خب طبیعتا به اون میتابه و اینا رو بخار میکنه میبره. اگر ما اینا رو جمع بکنیم در ارتفاع نگرشون داریم، در مرداب گاف خونی خود به خود در سطح گسترده میشه و بعد آفتاب زیر نور آفتاب هم قرار میگیره و در ظرف یکی دو روز بخار میشه، باز دوباره برمیگرده به آسمان. یعنی اون چیزی که آسمان به ما داده رو دوباره خودمون به علت سهل‌انگاریمون از دست میدیم. در صورتی که به سرعت اینا رو باید به همین کانالیزه کردن ها ببریم، در گودال ها جمع کنیم، در ارتفاع جمع بشه. وقتی که شما در گودال یه آب رو جمع میکنید 20 متر 25 متر 30 متر 40 50 متر ارتفاعشه، طبیعتا نفوذ آب به زمین بیشتر میشه و سفره آبهای زیرزمینی گسترش میشه و غنی میشه. حالا یه شیوه هایی رو به کار بردن که اومدن قنات زدن و از چیز کردن. قنات در واقع بالا بردن سطح آب در فلات ایران نبوده، بلکه استفاده از بالاترین لایه سفره آبها بوده. ما داریم در اینجا بحث می‌کنیم درباره اینه که چگونه ما میتونیم این مقدار آبی که به صورت برف و باران هر سال داره ریزش می‌کنه، این رو حتی اکثر 80-90% نگه داریم، نذاریم دوباره بخار بشه به آسمان. ادامه میدم به قسمت دیگه‌ش. اغلب کارشناسان محیط زیست ایران میدانند که تنها منبع درآمد ما در اقلیم خشک صحرایی و نیمه صحرایی از آب، آن حجمی از باران و برفی است که هر ساله می‌بارد، که با تأسف بسیار در هزاره اخیر در جمع‌آوری، کنترل و استفاده بهینه از آن بسیار کوتاهی کردیم. و مسئول این بی‌توجهی نه مردم محجوب، بلکه عملکرد دو نهاد سیاست و دیانت اسلامی بوده که مسئول سامان اجتماعی ما بودند، هستند. و هیچ تلاش جهت افزایش منابع آب در بخش صحرایی و بیابانی این سرزمین نکردند و از هدر رفتن و استفاده حساب شده از این ماده حیات بخش به عمل نیاوردند که در پهنه 3/4 سطح آن را کویر پوشانده. همواره دستیابی به آب شیرین رود و چشمه ها با مشکل همراه بوده و میزان بارندگی در بیشتر نواحی این سرزمین در حد متوسط 200 میلی‌متر در سال است که با خشکسالی و در بیشتر مناطق هوای گرم همراه است که زندگی را طاقت فرسا می‌کند. و به همین خاطر نیاکان ما در جستجوی راه‌هایی بودند که از تنگنای کم آبی برهند و در تلاش برای یافتن چاره کار به کندن چاه، حفر کاخریز یا کهری و قنات اقدام کردند و برای در امان ماندن از قهر طبیعت حیوان قربانی نثار خدایان میکردند. این محصول کار ما بوده. شما را در نظر بگیرید، بریم سراغ همین این قنات ها. شما نظرتون درباره قنات ها چی هستش آقای سربی؟ والا یه سری صحبت ها و نوشته های روی چیز هست که
میگن این خیلی تکنیک خوبی بوده، اون زمان آوا رو میتونستن اینجوری ببرن و به اصطلاح چیزم نداشته، تلفات و اینها هم نداشته، ولی بعضیا میگن که به درد امروز نمیخوره یا امروز امکان نداره همچین کاری انجام بشه و اینها. من میگم قسمت طبیعی و زیست شناسی و اینها خیلی وارد نیستم، ولی اون نکته ای رو که من گفتم آب رو بالا میبردن به این صورت بود که یک دانشجوی یادمه توی شیراز اتفاقا اگه اشتباه نکنم توی منطقه بود که به اصطلاح عرق گیری درست میکنن برای گلاب و بهار و اینها، اونجا یک طرحی داده بود که آب مثلا اگر 2% میتونه بالا بره، 2% میبرد بالا، دوباره اونجا یه آبنبار درست میکرد، دوباره از اونجا 2% میبرد بالا، 2% 2%، همینجوری 10 بار که این کار انجام میداد به جای 2% شده بود 20% زاویه تغییر کرده بود و رفته بود بالا. من منظورم اون بود و قنات ها نبود، ولی این بحث قنات ها و اینا رو اگر بتونیم از دوستانی که وارد هستن دعوت میکنیم، یا همین الان این رو به عنوان یه دعوت قبول کنن با ما تماس بگیرن یا با شما مستقیما تماس بگیرن تا در برنامه آینده این رو باز کنیم و بهش بپردازیم. بله ببینید، این قنات ها عموما در زمین های شیبدار، شیب نه زیاد تند، بلکه باید مثلا یک سانتی بدم اینطوری در هر فرمه، در این زمین های شیبدار متوجه شدن که اگه یه دونه چاه بکنن و اون چاه رو اون انتهاش رو یه ذره پهن بکنن، طبیعتا اون سفره آبهای زیرزمینی به صورت چشمه میاد در اونجا جمع میشه، بعد میرفتن 100 متر پایین تر یه چاه دیگه میزنن و به صورت کوره این دوتا رو وصل میکردن و از اون بالای شیب که دامنه کوه شروع میشد تا اون پایین به دشت که میرسی یه چیز معادله مثلا 250 تا 250 تا از این چاه ها میزدن و به صورت کوره اینا رو منوصل میکردن. هر چاهی یه مقداری برونده داشت، این میامد میرخت دومی تو سومی چهارمی و در اون پایین یه چیز معادل 6-7-8-10 و بعد وقتا تا 20 اینچ آب میامد بیرون و از این آب استفاده میکردن. اما متاسفانه بعدها به خاطر بسته بودن افق فکری ما نتونستیم از این آب استفاده بهینه کنیم. همین آب رو برمی داشتن می بستن توی کرد یونجزارشون یا سفیجاتشون و 80% آب همونجا بخار می شد می رفت بالا و 20%شون یونجه یا گیاه دیگه استفاده می کرد. یعنی اینه که نتونستن تکامل بدن که چگونه میشه این آب گرانبهایی رو که از بالاترین لایه سفره آبها دارن استفاده میکنن و هر ساله هم به خاطر اون بارش باران این حرفا میاد اونجا رو پر میکنه، اینو چگونه بهینه استفاده کنن؟ شما در نظر بگیرید که میتونستن گلخانه درست کنن. در ایران سابقه شیشه سازی بیش از 4000 ساله، شیشه مسطح میتونستن درست کنن که امروزه الان به صورت چیزهای پلاستیکی سر تا سر بیابونهای اسپانیا رو از این آسایشگاهایی درست کردن، بلند مثل این چیز آسایشگاه مرغداری ها تولید میکنن، اونگونه درست کرده و در اونجا جوی آب درست کرده، خاک ریخته و اونجا گوجه فرنگی و سیب زمینی داره عمل میاره بدون به توجه به اینی که اصلا بخواد چی بکنه. یه دونه کامیون آب رو، تانکر آب رو میاره میذاره اونجا، در هر هفته میریزه توی این کانالهاش بلند در توی هستش در ظرف و بعد آبی که تو اونجا بخار میشد اون فضایی که درست کرده بیرون نمیره، در درون خودش میمونه و همیشه اونجا مرطوبه و به همین خاطر هستش که الان گوجه فرنگی های اسپانیا تمام سر تا سر این آلمان و اروپا رو برداشته. چرا؟ به خاطر اینکه تونستن تکنولوژی رو کار ببرن. همین کار رو هم ما میتونستیم با ساختن گلخانه. گلخانه ها رو دیده بودید توی ایران درست میکردن تو گوشه حیاتشون؟ بله بله، گلخانه درست میکردن که یک طرفش که رو به طرف نور بود شیشه کاری میکردن، بالاش هم شیشه کاری بود، اون طرف دیوار بود و در اونجا گل پرورش میدادن. همین گلخانه رو میتونستن توسعهش بدن، توسعه وقتی که میدادن میتونستن به جای سیب زمینی و گوجه فرنگی و حبوبات و نخل و لوبیا ازش استفاده کنن. این کارا رو نتونستیم بکنیم. بله
نه شما جالب گفتی، ولی وقتی میگید گلخانه، حواس مردم یا بیننده ها فقط میره به طرف گل و تولید گل، که تازه خود اونم بد نیست. اگر گل هم میتونستن تولید کنن، مگر هلند نیست که الان تولیدات گلش تمام دنیا رو گرفته؟ و یه نکته جالبی که شما تو صحبتاتون گفتید، نمیدونم دوستان توجه کردن یا نه، گفتید که این آبی رو که از آسمان برای ما آمده بدون هیچ کاری که ما انجام داده باشیم، ما اگر میتونستیم این رو روی زمین نگه داریم، خیلی کمک میکرد به اقتصادمون، به محیط زیستمون، به همه چی. ولی این رو به خاطر نمیدونم تنبلی یا خاطر ندانم کاری این گاورمنت و مسئولین و اینا، همینجوری دوباره میفرستیم به هوا بدون اینکه ازش بهره ای رو زمین برده باشه. بله، امروز اگر دیروز من شما یک تقاضایی کردم که یه دونه اون لینک اون پروگرام رو به من چیز بکنید. بله. که شما دو تا لینک برای من فرستادید که یه دونه خانم انگلیسی داشت توضیح میداد، بعد آلمانیشو فرستاد. بله. اون زیاد مورد استفاده من بود، اما اون یکی که به زبان آلمانی بود اون به من چیز داد، اون نشون داد که چگونه میتونی بری توی اونجا و اون بتونی اون دیگه اون رو مثلا ورد یه پروگرام دیگه. بله بله. وقتی که اون رو نصبش میکنیم تو مانیتورمون یا توی این دستگاه چیزمون که تو لیست چیزا باشه، هر وقت من ورد رو احتیاج دارم برای چیزی نوشتن، اونو میزنم باز میشه، مطالبم رو مینویسم و خود همین ورد اون بالا انبوهی ابزار داره. بله، اون پروگرامی هم شده استفاده میکنه، همینطور گرافیک. بله بله. اما اون برنامه ای که اون نشون میده در حوزه کار گرافیک هست، منتها خیلی سیستماتیک تره. بله. حالا من نمیدونم چگونه اونو دانلود کنم. برای چی میخواستم این کارو بکنم؟ بفرمایید. اون اصلا تو کامپیوتر شما هست، روز اول با کامپیوترتون آمده، ولی خیلی ها تا بهش احتیاج پیدا نکنن پیداش نمی کنن. من دیشب وقتی اینجا ایمیل شما رو دیدم یا رو فیسبوک بودین، تعجب کردم، چون به وقت ما 10 شب بود، به وقت شما میشد 4 صبح، و گفتم این بنده خدا 4 صبح بیداره. حالا اگه ما بخوایم ویدیو رو شروع کنیم، ادیتینگ و اینها رو من به ایشون کمک کنم یا حتی یادشون بدم، دیگه هم ایشون از خوابش باز میمونه هم من. به همین خاطر اون آلمانیه رو فرستادم. اون پروگرامه توی کامپیوتر شما هست در قسمت. بسیار خوب، اگر میتونید یه مرتبه یه برنامه از همینجا بگذارید. بله. من خواستم اصلا با فیسبوک و حتی با این اسکایپ با شما تماس بگیرم که اینو من چگونه میتونم نصب کنم، کجا برم اینو راهنمایی کنید بزنم. حالا برای چی میخواستم؟ به خاطر اینکه من میخواستم یه تعداد فیلم مثل این امینیشن درست بکنم، که برای همین طرح افزایش سفره‌های زیرزمینی. شما در نظر بگیرید، الان نمونه ای رو من تعریف میکنم براتون. اگه یه دولت ملی داشته باشیم، یه سازمانی درست میکنه برای این کار که تنها شما احتیاج داره به یه دونه نفربر از این هلیکوپترهای نفربر نظامی که 50 تا 100 نفر میتونه جابجا کنه، بسیار هم کم خرجه، یه سازمانه، میتونه همین جوانها رو استخدام بکنه، لباس و کفش همین چیز جلوی با برف و باران این حرفا از اینا هم بهشون بپوشونه. پوتین. با این هلیکوپتر نفربر. بفرمایید. با پوتین کفش پوتین گفت. بله، این کفش هایی که برای مثلا میبینه بالای کوه میخواد بره برای کوه نوردی، دیدین لباس کفش مخصوص داره. بله. برای این کارم لباس کفش مخصوصی بهشون بدن و اینا رو سوار نفربر بکنن، ببرن اون بالای این تپه ماهورها و کوه ها، که وقتی که برف باریده حدود مثلا میبینی 30-40 تا 50 سانتی‌متر برف باریده، بعدش روز روشنی داریم. اگه 3-4 روز بگذره آفتاب میزنه، این برف ها همه بخار میشه میره بالا، مقدار کمیش هم آب میشه میاد میره پایین اون سفره آب ها یا اون تو گودال ها جمع میشه. حالا اگر ببینید چقدر فانتازی فوله، یعنی خیلی خیلی چیزی هم هست، لذت بخشی هم هست، این جوان ها رو بردارم ببرم بعد از اینی که برف خاتمه پیدا کرد آفتاب شد، اینا رو ببرم اونجا پیاده کنن، اون بالای کوه بیاد این گوله برف درست کنم به صورت بهمن بفرستم بره پایین. وقتی که این بهمن تو اون چیزهای متراش های اول و بالا داره میره پایین، گوله سباک غلط میخوره. وقتی که همینطوری که آرام آرام غلط میخوره،
و این 10-15-20 سانتی متر برف روی این شیب رو به خودش جذب میکنه، فشار هم میده کوتاه میشه و این پرت میخوره میره تو پایین دره متوقف میشه و اینها میکنه. یعنی اینه که یه اکیپ وقتی که درست بکنن میتونن این برف ها رو روی سطح این روی چیزها در تپ ماهورها و کوها جمع کنن. شما وقتی به این برزه به کسی میگی فکر میکنه خیلی فانتازی خیلی رویاییه، در صورتی که عملی و شدنی. شما یه اکیپ درست بکن و این اکیپ رو همونطوری که برای اکیپ درست میکنی میره عملیات انجام میده، یه اکیپ درست بکن، یه دونه نفر برای نظامی بهش بده، 40-50 نفر بچه رو سوار بکن ببر اونجا، بگو آقا جان از اون بالا بهمن اینطوری گوله درست بکنی بفرستی بره پایین. اینا وقتی که میفرستن پایین بهمن هزارها تن آب رو با خودش جمع میکنه میبره تو اون دره نگه میداره. یعنی اینه که این آبی که به صورت برف و باران برف تو اونجا نشسته رو از سر جمع میکنه، در ارتفاع جمعش میکنه، اونجا ذخیرهش میکنه و وقتی که اونجا که ذخیره بشه خب طبیعتا بعدها بیان ببینن که کجا استعداد بیشتری داره، اونجا آبگیر درست کنن، یه جلوش مانعی درست کنن، اینا برن اونجا جمع بشن، اونجا تلمبار بشن و تابستون و بهار اون آب یخ ذوب میشه و به صورت دریاچه به برکه در میاد و وقتی که برکه در اومد طبیعتا بخار وقتی که میشه محیط تدامشو بالا چیزشو رطوبتش بالا میبره، حیوانات آبزی جمع میشن و در این حال گیاهان رشد میکنن و به این ترتیب به عنوان یک چیز ملی میتونیم این کارا رو انجام بدیم، منتها توجه بهش نمیکنیم. شما وقتی که یه کار رو که میخوای شروع بکنی از ابتداش یک کننده یک کار نباشی، علاقمنده باشی، تصور میکنی که آه مگه شدنیه، نه خیلی نمیشه و فلانی، چون دست به عمل نیستیم، عملگران نیستیم. ولی وقتی که شدیم یواش یواش راه‌های بهتر و بهینه‌ترش رو پیدا میکنیم. همینطوری که غرب ابتدا یک چیزی رو که خلق کرد و اختراع کرد خب سخت بود، اما یواش یواش راهاشو پیدا کرد که چگونه میتونه این رو ضایعاتشو بکاهه و سوددهیشو بالا ببره. چرا این کارا رو با نمیتونیم بکنیم؟ خیلی ممنون. یکی از دوستان نوشته که آلمان الان پر از گوجه فرنگی های هلند هست نه اسپانیا. نه حالا اون مال هلند یا مال اسپانیا، هلند هم اگه داره درست میکنه اون کارو میکنه. شما برید اون دشتای اسپانیا رو نگاه کنید، یه مرتبه تو اینترنت بنویسید تولید گوجه فرنگی در اسپانیا، ببینید چقدر از این چیزا تو بیابون درست کردن، گوجه فرنگی داره تولید میکنه. حالا چه اشکالی داره حالا مال هلند باشه یا مال اسپانیا باشه؟ خب بد نیست، نشون میده که دوستان دارن دقت میکنن، توجه میکنن به صحبت هاش. خود تر توجه نمیکنه، اونجا فقط میاد اونجا ایراد بگیره این مال اونجا نیست مال اونجا، مال هر کوفته زهرماریه. خب یکی دیگه از دوستانم نوشته که این طرحی رو که شما گفتید که برف گلوله برف درست کنن اونها، ایشون توی کارتون دیده. منم براش نوشتم خب این بنده خدا هم که گفت که این یک پیشنهاده، شاید حتی بعضی ها فکر کنن فانتزی، وقتی میگیم تو ایران ما فکر کردیم فانتزی یعنی چیزای خنددار و جوک، فانتزی یعنی چیزایی که کلن آدم امروز دریم داره، آرزو داره، بعد ممکنه فردا عملی بشه. یکیش همین تلفونا هست که یه زمانی آرزوی ملت بوده که بتونن با یه وسیله به این کوچولویی از این ور دنیا با اون ور دنیا صحبت کنن، ولی آفره. امروز عملی شد. بله شما تر میتونستین 100 سال پیش تصور بکنید که یه دونه وسیله کوچولویی در اختیار شما قرار دادن که با تمام دنیا میتونید ارتباط برقرار کنید. کردن شده، این وقتی که شما اقدام بکنی این همه کارهایی که شده نشان دهنده است شدنی هاست، میشه. بله خب حالا همین دوستمون میتونیم پیام ازش خواهش کنیم توی برنامه مثلا مهمون شما باشه، با شما صحبت کنه درباره این موضوع یا موضوعات دیگه، ولی متاسفانه میگم بعضی وقتا دوستان فقط میان به برنامه ها توجه میکنن و فقط انتقاد میکنن ولی حاضر نیستن که توی برنامه بعدی همکاری کنن یا نظرشون رو بگن، یا ممکنه اصلا رشتهشون باشه مثلا تو رشته کشاورزی همین طرحی رو که شما میگی مثلا ایشون بیاد بگه بله در فلان کشور اجرا کردن و بعد از 20 سال دیدن که این طرح مثلا کشاورزیشون رو از بین برد. خب من میگم چون توی این قسمت ها اصلا تجربه ای ندارم و
دانشی ندارم، سعی میکنم فقط شنونده خوبی باشم و یاد بگیرم. اگر دوستان صحبتی دارن یا نظری دارن یا پرسشی دارن، من اسم شما رو زیر عکستون نوشتم، زیر به اصطلاح تصویرتون هست، یزدان خدا بندلو. روی فیسبوک هم با همین اسم شما هستید، روی فیسبوک هم خیلی فعال هستید و حقیقتا بی خود نبود که شما گفتید که نه ایمیل و نه تلفن میخوام و این فیسبوک از همه چیز برای شما راحت تره. از دوستان دعوت میکنیم که با شما در تماس باشن. من اون عکسارم نشون دادم در طی صحبتاتون که جاهای مختلف رو نشون میداد که تپه ها به صورت مزارع کشاورزی طبقه 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 درست شده و شما میگید که این کار آسونه و انجامش هم احتیاج به دستگاه های به اصطلاح مکانیزه و بزرگ و اینها نداره. خب بعدم من در بند 4 به این اشاره میکنم، برای پلکان کردن نیازی به مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده دانشگاهی نیست. شما در نظر بگیرید یه جوانی 20 ساله، حالا دختر پسر فرقی نمیکنه، 25 ساله 35 ساله که اینا بیکار هستن، بری بهشون نشون بدی یا آموزش یک هفته‌ای بهشون بدی که آقا جان این گونه باید مثلا اینو باید پلکانی کنی، پلکانی که سرپایینه، نه اینکه آب از اونجا شور رو شور بیاد بره پایین، طوری باید اینو پلکانی شونی که آب در اونجا توقف کنه. این طرها رو بعضی از اونا رو نشون بدید و با اون نوک کرزور هم بهش نشون بدید که بله این گونه میشه. شما ببینید در سطح افق میاد اونجا رو پلکانی میکنه، هدف این هستش که آب در اونجا توقف کنه. آب وقتی که توقف که بکنه طبیعتا تو زمین فرو میره و تو زمین وقتی که فرو رفت در لایه های زیر زمین ذخیره میشه و بعد یواش یواش بخار میشه میاد بالا. وقتی بخار میشه این محیط رو سبز خرم میکنه، وقتی که سبز خرم که شد بعدم بریم سراغ یکی از این چیزهای مسئله دیگه. طرحهایی موعده بودن بابت این دریاچه رضاییه دادن. اینجا ما 4-5 سال پیش چندین جلسه ما گذاشتیم، من در یه آقای اومده بود از ایران، میگفتش که من رفتم اونجا به جوانان تبریزی گفتم خدا شما خودتون بلنشین بیایید برید، گفتم عزیز جان این خودتون بلنشین 4 تا جوان رو بردن اونجا، این کارساز نیست، این یک اراده و عزم ملی میخواد، این کار وظیفه دولته. چگونه؟ من اونجا طرح دادم، گفتم ببین عزیزم این نمکی که در این دریاچه رضاییه در ابعاد هزارها کیلومتر جمع شده، اینا در اون مسیری که می اومده از مسیری جاری شده اومده که کانهای نمک بوده و این شسته اومده این نمک رو در آنجا ذخیره کرده. بسیار خوب، شما میتونید با یه دونه کامیون، با یه کامیون کمپرسی 7-8 تا جوان با بیل اینا رو جمع میکنید بریزید اونجا، ببرید در گودال های بسیار زیادی داریم، گودانه در اونجا بریزید اونجا و با غلطک هم بزنید روش پرس بشه. چون این کانهای نمکی که ما داریم چی هست؟ نمکی هستش که پرس شده در اونجا جمع شده. خیلی خب ما اینو میتونیم یواش یواش از اونجا جمع بکنیم. با جمع کردن این خب هم کار برای اون بچه ها داریم درست میکنیم، هم هم که سطح نمک رو جمع میکنیم. پس یک پروژه است، یک برنامه است. همونطوری که مثلا سپاه پا چیز سازندگی را انداخته بودن، یکی از طرحاش میتونست این باشه. وقتی که تابستون دمای آب زده و آب خشک شده و منطقه بسیار وسیع نمک همونطور روی زمینه، با بیل اینا رو میتونیم بریزید تو کمپرسی، با کمپرسی هم برداریم ببرید توی گودال بریزید و اونجا تلمبار بکنید، قلتک هم بزنید روش فشرده بشه و روی اون رو هم بیارید از همین این خاکهایی که توی همین این مرداب ها که تابستون ها خوشسالی میشه، اون لایه روی مرداب یه لایه بسیار خاک مرغوبی هستش که اونا هم با بیل الکتریکی و بیل معمولی میشه جمع کرد، ریخت توی کامیون بود روی اون قطع اونجا زمین ها اونجا ریخت و زمین کشاورزی ایجاد کرد. این کارها شدنیست. یکی از این مسائل این هستش که حالا من امروز توی این برنامه فقط برای بالا بردن سفره آب‌های زیرزمینی این طرح رو ارائه دادم که گفتم بیاید این تپ ماهورها رو، شیب‌های بلند رو، اینا رو پلکانی کنید، یعنی شیار درش ایجاد بکنید. یه جایی رو در یه تصاویر نشون دادم که شیار ایجاد کردم مثل جوب، آب در اونجا متوقف میشه. چرا شدنی نیست؟ در بند 5 میگم پلکانی کردن مانع، پلکانی کردن مانع طبیعی در جاری شدن سیل ایجاد میکنه. چرا؟ وقتی که اون بالا
که حجم آب بار زیاد نیست، اونجا رو پلکانی کنی، همون بارندگی بارونی که میباره توی همون پلکان ها توقف میکنه، دیگه جاری نمیشه بیاد بره قسمت پایی، قسمت پایینی هم بره پایین تر و سرانجام به سیل تبدیل میشه. همونجا اینا رو باید مهار کرد. چگونه باید مهار کرد؟ مگه عقل و هوش نداریم؟ میتونیم این کارها رو بکنیم، منتها نمیخوایم بکنیم. بفرمایید. من صحبتی ندارم، دارم گوش میکنم. فقط دوستان اگر پرسشی دارن یا نظری در این مورد دارن میتونن چه الان رو با فیسبوک تماس بگیرن، چه بعدن که این ویدیو هر روز پخش میشه تا چهارشنبه هفته آینده، هم روی یوتیوب هم روی فیسبوک به اصطلاح نظراتشون رو بگن. و احیانا اگر مایل هستن در بحثی که شما قرار است در رابطه با ساختن سد و سدسازی و محاسن و معایبش صحبت کنید، میتونن مهمون برنامه شما هم باشن. بفرمایید. بله، من میخواستم یه مقدارم اگر لازم بود کارشناس شما دعوت بکنید درباره سدسازی و ضایعاتی که ایجاد کرد. البته خیلی از خیلی تعداد زیادی در زمان رفسنجانی و بعد از اون سدسازی کردن، همه اونها مضر نبوده، اما یک مسئله که در اونجا هست در نظر بگیری، اگر کارشناسانه درست بسازنش و اون آبی که در اون پشت ذخیره بشه استفاده بهینه ازش بکنن به نفع ملت، نه اینی که در اختیار یا آقازادهی قرار بدن اوشون هم بیاد اونجا برای خودش یه سریز باغ و باغچه بنام خانه و ویلا و این چیزا دوربرش درست بکنه و اینو بهش میگن تجاوز به حقوق ملی، یعنی سهم حقوق ملی رو برمیدارن میبرن در حقوق خصوصی ذخیره کردنه. هدفشون اینا بوده. بله بله. خب میگم همونجوری که قبلا گفتم، اینها رو اگر از قبل با هم به اصطلاح ردیف کنیم، ما هم وقت داریم که به دوستان خبر بدیم، دعوتشون کنیم و امیدوار باشیم اونها هم در برنامه ها شرکت کنیم. اتفاقا دو برنامه بود که آقای سهراب چمنارا و همون دوستمون که در رابطه با آب و آبهای ایران و خوشسالی اینها صحبت کرد، این بحث و گفتگو ادامه داشت. حالا امیدواریم که اونها هم این دعوت شما رو قبول کنن و با ما تماس بگیرن. بفرمایید. خب بله، من امروز این برنامه رو چون یه چیزی هم اومده بود که اینجا این آشپزخونه من خرابکاری شده بود، شیر آب پایی نمی رفت، اینا رو چیز مخواد بکنه، وقت منو گرفتن، نتونستم کل برنامه رو چیزاشو که تهیه کرده بودم اینا رو همه رو فراهم بکنم و اینجا زمینه بکنم و دونه دونه بهش بپردازیم. و من به همین خاطر بود که به شما نوشتم که اگر میشه مثلا کسانی رو دعوت بکنید که بیان در این زمینه در این برنامه صحبت بکنیم. خب اینجا هدف من تنها فقط ایجاد اون پلکانی کردن بود. بله. یعنی اینه که وقتی که این رو من مطرح کردم دیگران هم بهش فکر بکنن، یواش یواش میشه مطرح بشه به صورت عمومی. بله. مسئله نیست، هر جوری که شما به اصطلاح اگر تا الان وقت به اصطلاح خواستید در خدمتون هستیم و دوستان بازم ازتون دعوت میکنم اگر در این موضوعاتی که ایشون مطرح کردن و صحبت شد شما مایل هستید نظر بدید یا پرسشی دارید، یا مستقیما با خود آقای خدابندلو تماس بگیرید یا با من تماس بگیرید تا پرسش ها و نظرات شما رو برای ایشون منتقل کنم و در برنامه های آینده به اون موضوع بپردازیم. امیدواریم که این مسئله آب گرفتگی یا مشکل منزل شما هم حل بشه و چهارشنبه آینده. ضمناً در رابطه با اون پروگرام هم من فردا صبح آزاد هستم و اینجا هستم، اگر شما تماس بگیرید هم با اسکایپ هم پروگرام‌های دیگه‌ای هست با نام تیم ویور و اینها میتونم بهتون نشون بدم. خیلی کار کردنش ساده است و این پروگرام روزی که شما کامپیوتر رو خریدید از طرف ویندوز توی کامپیوتر شما قرار دادن و هست توی آر پروگرام هست، اون رو فقط باید اسمش رو بزنید، بعد یه بار که کار کردید دیگه روی دسکتاپتون سیوش کنید. بازم ممنونم از شما، من ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه که از دوستان خداحافظی کنیم و به امید دیدار باشیم هفته آینده. بله، امروز همین حالا در همین وقتی هم که مونده زیاد دیگه مهم نیست، من فقط خواستم ابتدا موضوع رو مطرح بکنم و شما اگر به آقای چمنارا یا آقای آریان پورینا علاقمند هستید بگید که این آقا
آقا اومده همچین موضوع رو مطرح کرده، میتونیم در جلسه بعد موضوع رو یه ذره وسیع‌تر مورد بحث گفتگوی سه چهار جانبه قرار بدیم. حتما، خیلی ممنون. من به این برای همه مسئله و این طرح پلکانی کردن، این رو من خواستم ابتدا تو ذهن افراد بندازم که بیایم اینو پلکانی کنیم، این تپه ماهورها رو. بعد که پلکانی که میکنیم، آب در اونجا توقف میکنه، این دیگه هیچ گونه آسیبی به طبیعت نمیزنه و حتی جلوی سیل رو هم میگیره که میاد میره تخریب میکنه و زمین کچل میشه. بعدم اون جمع کردن اون چیز دریاچه رضایتر بسیار ساده ای هستش. آجا یک پروژه 5 ساله بگذاری، یه تعدادی با کامیون، 18 تا کامیون و 100 نفر جوان دختر پسر فرق نمی کنه، با بیل بیان برن اونا رو جمع کنن بریزن اونجا. شما در نظر بگیرید یه روزی داشتن توی هندوستان، همینو من میخواستم بگم، گفتم این مثل طرح گاندی میمونه. بله آفرین، توی گاندی اومده بودن مطرح کرده بودن که بیایید اونجا به ما بدین، با بولدوزر و ماشین این حرفای جاده ها رو میکشیم و این راهان رو برای شما درست میکنیم، در صورتی که اونا اومدن گفتن نه خیر آقا، ما میلیون ها انسان بیکار داریم و این زنها و مردار اینا رو بکار میگیریم که کار برای اینا ایجاد بکنیم. درسته که با بولدوزر شما میتونید به اندازه 1 میلیون نفر در ظرف یه ماه کار کنید، ولی ما این طرح رو راه میندازیم به خاطر کاستن بیکاری. اینا هم که پول نفت داریم، پول نفت رو بگیریم بدیم به اینا دیگه، چه اشکالی داره به جایی که امامزاده درست کنید. بعد حالا اون برنامه رو اگر که شد شما قول میدی فردا این کار رو بکنید یا همین امشب چیز میکنید که اون دلار رو به من راهنمایی کنید که کجا من برم اون رو نصبش کنم؟ نه امروز چون باز برنامه آقای مینوی رو من باید به اصطلاح کمک کنم که روی ایر بره، فردا صبح بعدش هم مسئله بایگانی و آرشیو و اینا رو دارم، فردا صبح من در خدمتتون هستم. فردا صبح هر وقت که چیز هستید من منزل هستم، تماس بگیرید، من آماده هستم با شما دو کنیم خوب. این برنامه امشب رو میتونیم خاتمه بدیم. مرسی، از شما ممنونم. دوستان عزیز، از شما ممنونم که با ما بودید. آقای یزدان خدابندلو از کل آلمان. آقا شما چیزی درباره کنسرت آقای داریوش شنیدید که 18 نفر گویا دستگیر شدن، 29 نفر زخمی شدن؟ این ماجرای کنسرت ها مخصوصا مثل که توی آلمان درد سرساز شده، شما چیزی شنیدید یا راحت خودتون رو به قول اون ضرب المثل دور از شتر بخواب، دور از کنسرت بخواب و خواب آشفته نبید؟ بله، توی فیسبوک چند نفر از این دوستان همین برنامه کنسرت داریوش رو که از آرتهل یک کانالی هستش که مشترک بین آلمان و هلند، اینو گذاشته بودن و گفتن که 18 نفر اونجا زخمی شدن و بلن این حرفا. من چون علاقه مندی به ایتون و ندارم واکنششون ندادم. بسیار عالی، خب ممنونم از شما آقای خداوندلو، به امید دیدارتون چهارشنبه، ولی من با شما فردا تماس میگیرم تا اون برنامه رو که میخواین به اصطلاح را بندازیم تا شما بتونید برنامه هاتون رو با اون ویدیو یا عکسایی که میخواین کاملتر و بهتری. من البته فکر میکنم مشکل شما با اون ویدیو نباشه، مشکل شما حل میشه با پاورپوینت. حالا بعد فردا با هم صحبت. بسیار خوب، روز روزگارتون خوش. ممنونم، به امید دیدم. دوستان عزیز، با آقای یزدان خدابندلو بودیم، ایشون آسیب شناسی خوندن و در مورد آسیب شناسی صحبت میکنن و شما هم میتونید نظر بدید یا اگر پرسشی براتون به وجود میاد موقع تماشای این به اصطلاح برنامه ها تماس بگیرید و مطرح کنید. اجازه بدید که برنامه رو همینجا به پایان ببریم و یک سری شعرهای خیام و احمد شاملو براتون دکلمه کنه یا یه سری شعرهای آقای یدالله طارمی همشهری عزیز من خودشون دکلمه میکنن. پس از اون برنامه آقای مینویی، پرویز مینویی از تگزاس به صورت زنده پخش میشه. ضمناً آقای مینویی در حین برنامه های زنده میتونید بهشون تلفن بزنید و باشون مستقیما صحبت کنید. ایشون یادش میره اول برنامه بگه، بعد آخر برنامه که میشه میگه دوستان شما هم تماس نگرفتید. یه مقدار این دوستان اگر بنویسن که مجبور بشن از رو نوشته بخونن حتما یادشون میاد. من یادم اولین بار
تو رادیو که شروع کردیم نوشته بودن ساعت مثلا 10:05، همینو بگیم که شما میتونید تماس بگیرید، اینم شماره تلفن. البته اون موقع دلیل این بود که چون شماره تلفن رو تو رادیو که نمیدیدن، ما باید اناونس میکردیم یا اعلام میکردیم تا اونها بشنون، ولی به نظر من این کار تو تلویزیون هم باید باشه. از شما ممنونم که با ما بودید. تلویزیون مردم رو با برنامه‌های گوناگونش مختلفش به دیگران معرفی کنید و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش.